درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. نازنین بنیادی، رویا حکاکیان و شری حکیمی سه زنی بودند که به نمایندگی از مردم ایران به وزارت امور خارجه آمریکا رفتند تا در جلسه با آنتونی بلینکن، وزیر و دیگر مسئولان این وزارتخانه مثلا صدای انقلاب مردم ایران باشند. و حالا ببینیم که این جماعت چگونه صدای مردم ایران بودند، در حالی که فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای در هر کوی و برزن میهنمون پیچیده. رویا حکاکیان نویسنده ساکن آمریکا در توییتر خود نوشته که پیشنهاد این سه زن به دولت آمریکا این بوده که مذاکرات برجام با جمهوری اسلامی را تا پایان خشونت‌ها متوقف کنند. توجه کردید؟ کمک به تغییر جمهوری اسلامی که هیچ، حتی قطع کامل مذاکرات برجام به طور کامل هم نه، فقط توقف موقت لاس زدن با رژیم، آن هم تا پایان خشونت‌ها. حکاکیان همچنین از انقلاب میهنی ایران که با هدف براندازی و اسقاط کامل و کلیت جمهوری ننگین اسلامی در جریانه به عنوان جنبش ضد حجاب اجباری نام برده. While the Iranian people are fighting for regime change, the Iran regime lobby in the US, NIAC, is busy trying to reclaim the narrative, making it one of reform and not regime change. نایاک به زبان ساده. هفته اول گفت خبری نیست، فیلم‌ها مربوط به دی و آبان یا کشورهای دیگه. هفته دوم گفت که این یک انقلاب نیست، شورشه و به زودی سرکوب میشه. هفته سوم گفت انقلابه ولی نظام قوی تره و نظام هواداران زیادی داره. هفته چهارم اما گفت که من دولت تعیین میکنم، من تو دهن بقیه میزنم. ما غم را به خشم، خشم را به آتش بدل میکنیم و بنیان دیکتاتوری مذهبی را نه در ایران، در خاورمیانه ویران میکنیم. آنها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. ما ملت ایران باید به دنیا بگیم که نایاک صدای ما نیست. چیزی خواستن بدونن از خودمون بپرسن، بگید نایاک دشمن ماست. نایاک خود جمهوری نکبت اسلامیه. واقعا کثیف‌تر و وقیح‌تر از نایاک کمتر چیزی تو زندگیمون دیدیم. آخه رذالت تا چه حد؟ نایاک داره به بهانه اعتراضات اخیر و به اسم کمک به مردم ایران از مردم و مؤسسات آمریکایی پول جمع میکنه و همزمان همدست قاتل هم هست و بعد به عنوان صاحب عزا گدایی میکنه. من فکر میکنم تلاش هماهنگ برای اطلاعات نادرست که از سوی گروه‌های مانند نایاک میاد، قطعا کار رو برای مقامات، به ویژه مقامات منتخب که این مسئله اصلی اونها نیست، دشوارتر میکنه. اونا روی مسائل بین‌المللی تمرکز نمیکنن. تمرکز نماینده ها بیشتر بر مسائل داخلی هست. امیلی شریدر میگه که آدرس غلطی که لابی‌های جمهوری اسلامی به قانونگذاران غربی دادن، انقلاب مردم ایران را در ذهن آنها به اعتراض علیه حجاب تقلیل میده، مگر اینکه آنها شخصا تظاهرات سراسری رو دنبال کنن. I'm going to share mine. There we go. There's mine. So that's me in the middle with Foreign Minister Javad Zarif. این پرستوی مخصوص بیت و مجتبی خامنه ای که در اتریش لچک به سر کنار ظریف مالکش اعظم ایستاده، شری حکیمی از اعضای نایاک که از قضا همراه با نازنین بنیادی و رویا حکاکیان به عنوان صدای مردم ایران با وزیر امور خارجه آمریکا جلسه داشته. همون جلسه‌ای که از قضا آرش سیگارچی که در آمریکا به روحانی رأی داده گفته که هیچ نایاکی درش حضور نداشته. آیا اصلا این پرتقال فروش نیازی به پیدا شدن داره؟ I've not heard from anyone inside of Iran, at least not in large numbers, that they believe that there's anything in particular else. تریتا پارسی رئیس وقت نایاک در تیر ماه 88 میگفت که هیچ کس در ایران نمیخواد که آمریکا برای معترضان کاری بکنه. رضا اصلان مشاور نایاک هم میگفت مطلقاً چیزی وجود نداره که اوباما بتونه کمک کنه، حمایت کنه و رژیم استفاده میکنه.
و به تازگی باراک اوباما گفت میگفتن که نباید حمایت کنم، اشتباه کردم. گزارش های مالی مؤسسه ISCC توی کالیفرنیا که اون هم جزء اطلاعات عمومیه، یعنی شما اسم این مؤسسه رو سرچ بکنید توی سایت IRS سایت مالیات آمریکاست، همه کسایی که مالیات رد میکنن، سازمان ها، شرکت ها، به صورت شفاف شما میتونید گزارش مالیاتشون رو بخونید. هشدار مهم اینه که از هر گونه کمک مالی به مؤسسه محک خودداری کنید، چون اسناد زیادی منتشر شده که سپاه پاسداران از طریق مؤسسه محک با کمک نایاک در حال پولشویی و یاری رساندن به نیروهای سرکوبگر خامنه‌ایه. نایاک در چنین شرایطی با استفاده از احساسات پاک مردم در حال جمع‌آوری پولهای شماست، در حالی که همه کمک‌هایی که به کودکان سرطانی کردید توی جیب خودشون و فرزندان ناپاکشون میره و این پولها برای خرید گلوله‌هایی صرف میشه که قراره سینه فرزندان میهنمون رو نشانه بگیره. چقدر بی‌شرف باید باشی که چنین کنی؟ On my left and the UN ambassador from Iran on my right. As was mentioned, I'm a public policy student or I was a public policy student. ویدئویی از شری حکیمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در سال 94 اعتراف می‌کنه که سلبریتی مورد علاقه‌اش جواد ظریفه. حکیمی عضو لیست 40 جوان برگزیده سازمان نایاک در سال 2021 بود. شما تا کی قراره با سازمان نایاک لابی جمهوری اسلامی همکاری کنید؟ مربوط نیست. تا کی قراره خونشویی کنید؟ شما تا همین هفته‌های پیش اومدید در ایران اینترنشنال و ترور سلمان رشدی رو خونشویی کرد و گفتی جمهوری اسلامی دیگه افرادگرایی نمی کنه، درسته؟ گفتی جمهوری اسلامی دیگه افرادگرایی نمی کنه. همین دو روز پیش مهسا رو کشتن. گفتی جمهوری اسلامی دیگه افرادگرایی نمی کنه. و خبر خوب اینه که معلومه که فشار به نایاک زیاد شده که همچین توییتی زده، چون زمان حسابرسی نزدیکه. لابد این نایاک نبود که با جواد ظریف همکاری و لابی مشترک میکرد و ترتیب ملاقات آمریکاییان با تیم احمدی نژاد رو میداد و با دلالان اقتصادی رژیم در ایران همکاری میکرد و جلوی فشار به رژیم رو میگرفت. گوگر میخورم که پشیمون میشید و من ذره ای از مرگ ترس ندارم. در این تصویر سه نفر توییت زدن و دوتاشون برای نفر سوم پرونده سازی کردن و نفر سوم به عنوان یک مخالف نظام که حسین رونقی باشه در زندانه و جانش در خطره. دو نفر دیگه یعنی فرناز فصیحی و نگار مرتضوی نایاکی تلاش میکنن در رسانه‌های غربی جا بندازن که خواسته معترضین رفع تحریم و نه براندازی رژیم اسلامی. البته گفتمان و جایگاه نایاک به شدت ضربه خورده و دیگه تاریخ مصرفشون به پایان رسیده و به زودی به زبالدان تاریخ سپرده خواهند شد. اینا رو که میبینید نایاکی هستن. نایاکی ها اومدن اینجا. جمع کنید برید نایاکی ها. نایاکی ها جمع کنن اینجا برن. اورنجان تیر جای شما نیست. آیا میدونید که سازمان نایاک با مؤسسه خیریه محک یعنی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در چه رابطه یه؟ نامهایی مانند فرشته توکلی، مادر خبرنگار بدنام، فرناز فصیحی، رئیس مؤسسه محک در کالیفرنیا، احمد شمس، نایاک محک، ماریا افشاریان، نایاک، سوسن و فروزنده همدانچی، مدیران اجرایی محک، کیا همدانچی که مادر و خالش، سوسن و فروزنده همدانچی هستند، در محک کار میکنند و کاندیدای کنگره آمریکا در نایاک. همین دیگه، الان آره شاید کمرنگ در شده باشه اینا. وزارت اطلاعات پوشش لازم داره برای جمع‌آوری اطلاعات، چه در داخل چه در خارج. یعنی مثلا ما که یه مأمور اطلاعاتی نمی‌فرستیم بره فرض کنید که آلمان یا روسیه یا آمریکا بگه خب من از وزارت اطلاعات هستم لطفاً اطلاعاتتون رو بنده بدید. در پوشش کار بازرگانی یا پوشش بیشتر شغلای شما خبرنگاری، خب خبرنگارا خیلی هاشون عوامل مثلا
ما نیست درآمدی که نداره خبرنگاری باید با یه سرویسی خیلی شوخی بگم هوا با شرافت قلم بالاتر از من هست من قبول دارم ولی بالاخره این پوشش لازم داره اطلاعاتم شرافت داره بی شرافتی نیست برای کشور و این در حالیه که بسیاری از خبرنگاران آیت الله بی بی سی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال همه مأموران وزارت اطلاعات بودند. به این اسامی توجه کنید که همه اونها رو هم اکنون در رسانه‌های لندن می‌بینید و این در حالیه که فقط در صورت همراهی دولت‌های انگلیس، آمریکا و سعودی و غیره است که در یک رسانه دولتی که بودجه آن از طرف دولت‌ها تأمین میشه بتوان یک مأمور اطلاعاتی رو تحت عنوان خبرنگار در رسانه ها راه بدن و آیا فکر میکنید که سازمان های امنیتی این دولت ها نمیدونن؟ سالانه میلیاردها دلار خرج این رسانه ها میشه و آیا تا به حال با خودتون اندیشیدید که چه کسانی و با چه اهدافی این رسانه ها رو تأمین میکنن؟ بودن یه سری از خبرنگارایی که اون موقع خبرنگار داخلی ما بودن و بعدش جذب بی بی سی فارسی شدن درسته؟ بله مثل کیا؟ خیلی هستن اسم نمیبریم؟ لازم باشه میبرم ولی واقعا لازم اون آقای فرهمند بود که الباسی بود نمیتونم خانوم کوهنورد بود آقای ویسه بود آقای بلحری بود آقای سفیری بود تا فردا میتونم براتون بشم جان کلام این که اگر مدت هاست به خاطر چیزی یا کسی خودتو اذیت میکنی این جمله فروغ فرخزاد رو با خودت تکرار کن تا قلبت آروم بگیره که میگه دلت رو بتکان اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین بگذار همانجا بمونه فقط از لابلای اشتباهاتت یک تجربه رو بیرون بکش قاب کن و بزن به دیوار دلت چون اشتباه کردن اشتباه نیست. در اشتباه ماندن اشتباهه. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.